خب حالا برای شروع هم که شده بد نیست چیزهایی که میخوایم توی دیویدیومون باشه رو وارد دیویدی بکنیم. قبل از اینکه این کارو بکنیم، همونطور که خدمتتون گفتم، شما بیا توی آوتلاین این قسمت دیویدیتون رو انتخاب بکنید، اسم دیویدیتون رو بزنید، البته بعدا هم میتونید تغییرش بدین. حالا مثلا من اینجا میذارم رادان و اینجا تعیین بکنید که SD هست یا HD. فقط نکته بسیار مهمی که وجود داره، اگر اشتباهاً HD رو انتخاب بکنید راه برگشتی وجود نداره، یعنی شما نمیتونید تبدیلش بکنید به SD. قبل از اینکه هر چیزی رو وارد بکنید، ترجیحاً بهتره که این پال و SD DVD رو از اینجا انتخاب بکنید و تنظیماتتون به هر حال برای DVD درست باشه. خب توی پنجره Assets همونطور که شما میبینید میتونیم ایمپورت رو بزنیم، میتونیم روی فضای خالیش دابل کلیک بکنیم، یا از همین راحت تر با اون روشی که من معمولا استفاده میکنم اینه که من میام چیزهایی که میخوام توی DVDم وجود داشته باشه فولدرش رو درگ میکنم توی خود پنجره Assets‌ام. به طور مثال من اینجا یه فوتوز دارم که یه صدا هم همراهشه، میام فولدر فوتوز رو درگ میکنم اینجا، همونطور که شما میبینید با همون ترتیب برای من واردش رو میکنه. میام توی موویزم، یه فیلم دارم که چند تا زبان دیگه هم همراهشه، موویز رو هم درگ میکنه. شما با هم میتونید این کار بکنید، یعنی به طور مثال منو و بک استیج رو مثلا با هم بگیرم و درگ کنم اینجا، چند تا فولدر رو با هم چیز بکنید. یه نکته خیلی مهم اینجا اتفاق افتاد، همونطور که شما میبینید یه اختار به من داد: NTSC assets cannot be imported into PAL projects. یعنی اگر شما تنظیمی که دارید اینجا NTSC باشه، تصویر پال نمیتونید واردش بکنید. بالعکس، من تعمدن اینجا این کار رو انجام دادم. شما همونطور که میبینید من اینجا تصاویری که دارم همشون پال هستن، البته خب شاید مشخص نباشه طبیعتاً، ولی خب یه دونه اینجا من تعمدن تصویر NTSC گذاشتم که این اتفاق بیفته. شما ببینید من نمیتونم این رو وارد بکنم و به محض اینکه بخوام این کار رو انجام بدم یه اخطار به من میده و میگه پروژه شما پال هست و نمیتونید تصاویر NTSC واردش بکنید. خب حالا تمام تصاویر رو من وارد DVD Studio Pro کردم و حالا میخوام ببینم که چیکار میتونم با اونها انجام بدم. یکی از نکات خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینی که شما الان میبینید جلوی بعضی از این تصاویر یک چراغ زرد رنگ روشنه، جلوی بعضی ها سبز. علتش اینه که DVD خودش یک فرمت استانداردی داره که MPEG-2 هست، یعنی شما صداهاتون AC-3 باید باشن همونطور که اینجا میبینید و تصاویرتون MPEG-2. پس تصاویری که من قبلا خودم تبدیلشون کردم به این فرمت و صداهایی که به این فرمت تبدیل کردم دیگه نیاز به ری‌انکود شدن یا چیزی که ما تو فاینال کات بیشتر به عنوان رندر میشناختیم یا تبدیل شدن، به هر حال هر چیزی که شما دوست دارین اسمش رو بذارین، ندارن. و ما اینجا به طور مثال این تصویری که داریم، این فیلمی که میخوایم توی DVDمون داشته باشیم، نیاز به تبدیل داره، چراغش زرده و توی لحظه آخری که شما میایین توی فایل و بیلد رو میزنین و DVDتون رو میسازین، نرم افزار شروع میکنه به تبدیل کردن اینها. آوردن فایل مووی توی DVD Studio Pro هیچ مشکلی نداره، اما خود نرم افزار اون رو تبدیل میکنه و کانورت میکنه. به طور مثال ما دیدیم توی درس های قبلی که اینجا توی بخش انکودینگ توی پریفرنسز، اجازه بدید من از اینجا نشونتون بدم، پریفرنسز انکودینگ تب آخر توی SD، ما اینجا اگر خاطرتون باشه گفتیم که مودمون رو بعد روی 2PASS VBR بذاریم، بیت ریتمون روی این باشه مثلا 5.5، ماکسیمومش روی 7.2 و موشن استیمیشن روی بست. انکود آن بیلد، اگر بک‌گراند انکودینگ رو بزنید تو حینی که شما داری کار میکنی، نرم افزارم شروع میکنه تبدیل کردن این فایل ها. خب این اتفاق یه راه حل داره. پیشنهاد خود اپل برای تبدیل کردن این فایل ها نرم افزار کامپرسوره. اگر شما به هیچ وجه دوست ندارید که از یه همچین چیزی استفاده بکنید، میتونید کلا درس بعدی رو نبینید و اصلا با نرم افزار کامپرسور کار نکنید. هیچ مشکلی ایجاد نمیشه براتون. شما با زدن بیلد این نرم افزار خودش اینها رو تبدیل میکنه و به استانداردی میرسونه و تبدیلشون میکنه که نیاز DVD هست. اما کامپرسور چند تا مزیت دیگه داره و اصولا چون یه نرم افزار تخصصی برای انکودینگ، یه سری مزایای خاص داره که اونها رو با هم میتونیم توی درس بعدی ببینیم.